در روسیه مسلمان را برای ادای نماز جریمه بستند. در ترکمنستان 12 افسران نظامی برای حمله دعوت اسلامی محکوم گردیدند. در ازبکستان به قرضداران خدمات کمونالی ادای حج را منع نمودند. روزنامه کامسومولسکای پراودا اویدی حادثه‌ای که سنه 23 ایون در شهر ریبنه ولایت ریزانسک روی داده خبر می‌دهد. یک مسلمان در بنای قهوه‌خانه ادای نماز کرده است که به اطرافیان خوش نیامده است و آخرین به نمایندگان حفظ حقوق خبر دادند. در نتیجه مسلمان از طرف دادگاه برای ویران کردن قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی برای فعالیت مبالغه‌اش در جای نامناسب عیبدار دانسته شده است. مسلمان نماز گذاشته را طبق به نام قانون یراوای بعد جوابگری کشیدند. در نوبت خود او تنها آیدی نمازگزاریش و نماینده گروه یا تشکیلات اسلامی نبودنش را ایضاح داده است، ولی دادگاه دلیل مسلمان را به اینابت نگرفت و به او همچون جزا به مقدار 30,000 روبل جریمه تعیین نمود. افسران 22 دیویزیه تیراندازی به نام اتامورد نیازف سابق 58 دیویزیه شوروی را به حمله دعوت اسلامی متهم کردند. پرونده های جنایی با یک قطار ماده ها از جمله سوی قصد به ساخت کنستیتوسیونی و سوی استفاده از منصب آغاز گردید. در آخرین ماه اپریل خدمات مخصوصی ترکمنستان در قسم حربی شهر سردار سابق قزل اروت تفتیشات را شروع نمود. در رفت تفتیشات زیاد از 70 نفر از جمله عسکران قطاری نیز دستگیر کرده شدند. اکثریت عسکران قطاری را برای باز خدمت نمودن به سرحدگاه ترکمنستان و افغانستان روانه کردند. چطوری که معلوم گردید افسران عسکران داوطلبان را شبها به جمع آمدها رفتن مجبور می نمودند که در آنجا قماندان راتا از اسلام حقیقی حرف می زده است. چطوری که آژانس اطلاعاتی اخبار ترکمنستان خبر داد، در نتیجه تفتیشات و سود 12 نفر افسران قسم خرد و کلان نظامیان را طبق اطلاع یک منبع از 10 تا 15 سال، طبق اطلاع منبع دیگر از 18 تا 25 سال از آزادی محروم کرده شدند. در ازبکستان سر امام خطیب تاشکند قاری انور تورسونوف فتوا برآورده است که کسانی از خدمات کمونالی قرضدار هستند زیارت حج به آنها جایز نیست. با این مسلمانان که از حق خدمات آب، قوه برق و گاز قرضدار هستند طلب نموده است که قرضهاشان را پرداخت نمایند و نیز آگاه کرده گفت قرضداران زیارت حج رفته نمی توانند. اگر شخصی به مقدار یک سوم قرضدار باشد، حج شخصی زیر این قبول نمی شود. ما چنین افراد را که به زیارت حج می روند، به هواپیما راه نمی دهیم. در ازبکستان شخصانی هستند که نماز می خوانند، زیارت حج می روند، ولی برای استفاده بردن قوه برق حق خدمت پرداخت نمی کنند. ابراز نمود قاری انور تورسونوف در مجلس کلوب اطلاعاتی بین الخلقی تاشکند. باید قید نمود که در حقیقت اسلام به مسلمان واجب گردانید تا قرضهایش را پوره پرداخت نموده سپس به زیارت حج رود. اما اگر قرض دهنده اجازت دهد قرضدار می تواند زیارت حج نماید. اکنون به طبیعت قرض ساکنان ازبکستان از دولت بینگریم آن چگونه است؟ در حقیقت احوال خدمت کمونالی در ازبکستان خیلی حزن‌آور بوده. 10 ساله ها این جانب چنین دوام یافته ایستاده است. مردم کشور از نبودن قوه برق و گاز شکایت میکنند. در اکثریت ناحیه ها خلق از توقف قوه برق اضطراب میکشند که در یک شبانه روز قوه برق همگی یک چند ساعت داده میشود. در بعضی منطقه ها تا چند سال است که گاز داده نمیشود. علاوه بر این طرفه های خدمت کمونالی برای مردم حقیقتاً بلند کرده شده است. معلوم است که حکومت مفلسی اقتصادیاتش را با جمع آوری مبلغ اضافگی از مردم برای خدمت رسانی های معیشی عادی پوشانیدن می خواهد.
باید قید نمود که حل معما از نگاه اسلام چنین است. آب، گاز، قوه برق، اوبیکت های استحصال کننده و رساننده های این نعمت ها ملکی عمومی بوده، نه از آن افراد جداگانه و دولت، بلکه به خود مردم متعلق می باشد. به طور مناسب مردم نباید خدمت کمونالی را از کسی با وجود نرخ های بازرگانی خریداری نماید، برعکس باید به طور رایگان استفاده برد، زیرا همه این به امت متعلق می باشد. در لایحه دستوری دولت اسلامی پیش آینده که از طرف یکی از حزب‌های بین الخلقی تهیه شده گفته می شود. ماده 140 هر یک وکیل امت حق دارد از تمام بایگری هایی که به دایره مالکیت عمومی داخل می شوند استفاده برد. مطلقا جایز نیست که دولت به شخص برای صاحبی مالکیت عمومی یا استفاده آن رخصت داده، رعیت را از آن محروم سازد.